کیف جدای طلبان هوادار روسیه را به انجام حملاتی تازه که مرگ دست کم هفت شهروند غیر نظامی را در پیداش متهم کرده. این حملات طی دو روز گذشته در مناطق تحت کنترل جدای طلبان از جمله شهرهای ووهل هیرسک و دبالتسوه در شرق اوکراین در منطقه دونتسک رخ داده. همزمان روسیه از ارسال کاروانهای جدید حامل کمکهای بشردوستانه به شرق اوکراین خبر داده ارتش اوکراین ادعا کرده که این کاروانها حامل تجهیزات نظامی برای کمک به جدایی طلبان است سخنگوی ارتش اوکراین گفت در بخشهایی از نواحی مرزی کشور که تحت کنترل ارتش نیست جریان انتقال سلاح سوخت و تجهیزات مورد نیاز شورشیان از خاک روسیه همچنان ادامه دارد و شواهد از افزایش تعداد تانکها خودروهای زرهی و موشکهای پرتاب شده در شهرهای دبالتسوه و هرانیتنه حکایت دارد همزمان جدایی طلبان میگویند هیچ توافق نامه ای مبنی بر صلح با دولت کیف را نخواهند پذیرفت یکی از فرماندهان ارشد شورشیان با نشان دادن علامت ارتش روسیه برای روی یونیفرمش میگوید توافق صلح جدید کاملا بی‌نتیجه است و لزوما به نفع ما نیست زیرا بر اساس منافع طرف اوکراینی تنظیم شده بله درست است که آرم ارتش روسیه را برای روی لباسمان داریم اما اینجا هیچ نیروی نظامی از خاک روسیه حضور ندارد روسیه نیست تا کنون اعزام هرگونه سلاح تجهیزات و یا نیروی نظامی به بخش‌های شرقی اوکراین برای کمک به جدایی طلبان را تکسیب کرده است.